نگاه اولی که دارم به موضوع اینه که چطور ما ممکنه تاریخ رو نه مثل یه بلوکای جدا از هم و بلکه مثل یک اتفاق پیوسته ببینیم، چطور اون رو شبیه عکس هایی که جدا از هم توی آلبوم نگاهشون میکنیم نبینیم، به جاشون رو شبیه لایه های فوتوشاپ روی هم دیگه ببینیم. تاریخ کدوم یکی از این دوتا کار رو داره انجام میده؟ آیا وقتی ما مثلا از اتفاقی در یک دوره تاریخی حرف میزنیم، منظورمون اینی که ارتباط ما با اون دوره تاریخی کاملا قطع شده و اون چیزی مربوط به گذشته است، یا هنوز در امروز ما وجود داره، همونطور که ما ممکنه امروز تبدیل بشیم به گذشته یک آینده دیگه ای؟ پس اینجا همونطور که اشاره کردین توی فیلم، تلاشم این بوده که تاریخ رو یک جریان ذهنی که روی سن تئاتر کار میکنن و خیلی با استعدادن و خیلی چهرهای خوبی دارن، با بازیگرای خوبی هستن، اما راه ورودشون به سینما خیلی سخته به خاطر اینکه سینما یه چارچوب سخت خودش رو داره. In Iran, there is a new generation of actors who are doing theater, and they're extremely talented. And but they, it's very hard for them to break into the film industry because cinema has its own rigid structure. فکر میکنم که سینما ایران خیلی خیلی گرفتاره، مثلا نمیدونم 15 تا 20 تا هنر پیشه هست و دائم اونا رو داره توی فیلم ها تکرار میکنه. من خودم بعضی وقتا وقتی اگه از یه سالن فیلم برم بیرون و توی یه سالن دیگه برگردم، اصلا نمیفهمم فیلم عوض شده، چون همون آدم ها دارن همون حرف ها رو میزنن.